سرخط خبرها آماده شدن رئیس جمهور کرزی برای سفر به ترکمنستان. همکاری میان اشقاباد و کابل در حال افزایش است. برخی از نمایندگان کنگرس امریکا: نباید هیچ سرباز در افغانستان باقی بماند. کارشناسان: امریکا سربازانش را از این کشور خارج نمی کند. مایک مولن در پاکستان با کلینتون پیوست. آیا پاکستان و امریکا از قهر خواهند نشست؟ با عرض سلام و وقتتان بخیر، به خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 6 جوزای 1390 هجری شمسی که برابر می شود با 27 می 2011 میلادی. مشروع خبرها: حامد کرزی رئیس جمهور کشور همراه با یک هیئت عالی رتبه روز شنبه به ترکمنستان می رود. قرار است آقای کرزی در مسافرت دو روزه به اشقاباد با رئیس جمهور و شماره از مقامهای عالی رتبه ترکمنستان دیدار و گفتگو کند. گفته می شود این گفتگوها روی بررسی مسائل مورد علاقه اشقاباد و کابل در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی متمرکز خواهد بود. پیشتر شورای عالی صلح نیز در پی اعلام آمادگی اشقاباد برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان با طالبان به اشقاباد رفته بود. مسافرت آقای کرزی بیشتر روی بررسی نقش اشقاباد در روند مذاکره صلح با طالبان و انجام تعهدات اقتصادی اشقاباد با کابل متمرکز است. قرار است آقای کرزی در سفر به اشقاباد با قربان قلی بردمحمدوف رئیس جمهور و شمار از مقامهای عالی رتبه ترکمنستان دیدار و گفتگوی خصوصی و رسمی داشته باشد. در این مسافرت مسائل مورد علاقه اشقاباد و کابل پیرامون همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و بحث گرفته خواهد شد. امضای اسناد اقتصادی در زمینه‌های خرید و فروش برق، حمل و نقل، ارتباطات بازرگانی، فرهنگی، علمی و تسری در اجرای خط لوله انتقال گاز تاپی از جمله موضوعات مورد بحث است. اما این یک طرف قضیه خوانده شده است و نظر می‌رسد انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان و پاکستان و شمار دیگر از کشورهای منطقه سبب شده است دولت اشقاباد بیشتر روی تامین صلح و ثبات در افغانستان فکر کند، چرا که انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان و تامین امنیت آن بزرگترین سوژه اقتصادی برای اشقاباد است. ترکمنستان بر ضرورت ایجاد راهکارهای جدید سیاسی مبتنی بر دورنمای بلند مدت تاکید دارد. این کشور خواهان ایفای نقش مؤثر ملل متحد و نهادهای زیر نظر آن در حل مسائل افغانستان است. پیشتر هیئت از شورای عالی صلح نیز به ترکمنستان سفر کرده بود. گفته شده که سفر شورای عالی صلح به منظور بررسی آمادگی ترکمنستان برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان و طالبان بوده است. نیروهای آیساف میگویند که در انفجار یک بمب جابجا شده در جنوب افغانستان 8 سرباز خارجی کشته شدند که 7 تنشان آمریکایی بودند. در افغانستان بسیاری از سربازان خارجی در اثر انفجار بمب‌های دستساز کشته می‌شوند. خبرگزاری فرانسه از قول قماندان پلیس سرحدی گزارش می‌دهد که در این انفجار 2 پلیس افغان هم کشته شدند. انفجار زمانی رخ داد که نیروهای افغان و خارجی در 20 کیلومتری سرحد پاکستان گزمه می‌کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ناتو که نخواست نامش را افشا کند میگوید که این سربازان در اثر دو انفجار پی در پی در منطقه شورابک کندهار کشته شدند. گفته شده که دو سرباز افغانی نیز کشته شدند. این کشته شدگان 7 آمریکایی و یک تن از سربازانی است که هویتش فاش نشده است. آژانس خبری فرانسه گفته است که مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. از اواخر ماه ابریل به این سو این نخستین حمله است که 7 سرباز خارجی کشته می شوند. در ماه گذشته میلادی 8 سرباز آمریکایی و یک قراردادی در اثر تیراندازی یک پیلوت افغان کشته شدند. بر اساس گزارش ها از آغاز سال روان میلادی تا اکنون نزدیک به 200 سرباز خارجی در جریان جنگ ها در افغانستان کشته شدند.
طالبان مسلح چند هفته پیش از آغاز حملات بهاریشان گفتند که حملاتشان را علیه نیروهای افغان و خارجی افزایش خواهند داد. جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، شنبه هفته گذشته هشدار داد که شاید طالبان مسلح حملاتشان را در روزهای آینده شدت بخشند. پتریوس گفت که امکان دارد طالبان به دلیل نشان دادن قدرتشان به حملات شدید دست بزنند. به گفته او، از سال گذشته به این سو نیروهای بین المللی در مناطق مختلف افغانستان پیشرفت‌های خوبی داشتند. شماره از نمایندگان کنگره آمریکا طی نامه‌ای به اوباما خواهان پایان مأموریت سربازانش در افغانستان شدند. این نمایندگان میگویند مردم آمریکا توان پرداخت هفته 2 میلیارد دلار هزینه جنگ را ندارند. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا متمم قانونی را که در آن خواستار خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان شده بود رد کردند. اما برخی از کارشناسان بر این باورند که آمریکا نمیخواهد تجربه گذشته را در افغانستان تکرار کند، چون ترک این کشور برای آمریکا سنگین‌تر تمام خواهد شد. درخواست پایان دادن به مأموریت سربازان آمریکایی در افغانستان از سوی برخی از نمایندگان کنگره این کشور از اوباما جدی‌تر از پیش مطرح شده است. برخی از نمایندگان کنگره از اوباما خواستند که به جزء از یک گروه مشخص تمامی نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنند. در طرح پیشنهادی آنان آمده است که تنها سربازانی که مستقیما علیه تروریسم می‌جنگند می‌توانند در افغانستان بمانند. اما برخی از کارشناسان میگویند بعید به نظر میرسد که آمریکا تمام سربازانش را از افغانستان خارج کند. بعید به نظر میرسد که آمریکایی‌ها حاضر باشند که همه سربازانشان از افغانستان خارج کنند. طرح خروج نیروهای خود آمریکایی از افغانستان بر این مبنا استوار است که خارج شدن تدریجی خواهد بود. همچنین آقای رفعت میافزاید آمریکایی‌ها نیز این را می‌داند که مأموریت آنان به پایان نرسیده و این کشور نمی‌خواهد تجربه گذشته را در افغانستان تکرار کند. که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند که تجربه گذشته را در افغانستان تکرار کنند و این کشور با حال خودش رها کنند، چون در این گمان است که رها کردن افغانستان باز میتونه هزینه های سنگین تری برای امریکایی از لحاظ امنیتی در پی داشته باشه. به باور آقای رفعت، امریکایی ها هنوز نمیداند که چه تعداد سربازانش را از افغانستان خارج کند. آقای رفعت خروج قوای امریکایی را متناسب با انکشافات امنیتی در افغانستان عنوان میکند. اما هنوز هم معلوم نیست که انکشافات امنیتی افغانستان به کدام سمت خواهد بود. متناسب با همان انکشافات شمار از سربازانشان از افغانستان خارج خواهد شد. چیزی که قابل پیش بینی است این هست که تا یکی 2 سال آینده تصور نمیشه که شمار سربازانی که از افغانستان خارج میشن از مرز 40,000 بگذره. این پیشنهاد برخی نمایندگان کنگره در حالی مطرح می شود که از امضای سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان سخن گفته می شود. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا متمم قانونی را که در آن خواستار خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان شده بود رد کردند. این متمم با 204 رأی موافق و 215 رأی مخالف ناکام ماند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نتوانستند در مورد این متمم که پنتاگون را با تحریزی یک برنامه برای خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان ملزم می‌کرد با یک دیگر توافق کنند. در این